جناب آقای آبدی، یه سوال از خودم است، از شخص خودم است که بعد از اینکه حکومت نجیب از پای افتید و مجاهدین داخل کابل شدن، باز گدودی ها به اصلاح ما شما افغانستان، ما شما حتما برنامه های مدین بسیار عادی صحبت میکنم، برای از اینکه یک آدم امیستم، یک آدم امی، بسیار زیاد ادبیات نمیگم. باز گدودی ها در افغانستان در کابل رخ داد و در نتیجه از این گدودی ها امی شد که کابل تقریبا 50-60 هزار شهروند کابل کشته شد و تفنگ و مسلمان ها بر علیه هم دیگر تفنگ کشیدن و جنگ کردن و هر دو طرف که یعنی واقعا یک نام بسیار بد به تمام جوانب ماند بر از اینکه همین جنگ یک جنگ بسیار خانمانسوز بود بین خود تنظیمای مجاهدین. من میخوایم که شما در این مورد روشنی کامل پرتین که چرا امی اتفاق افتید، چرا حزب اسلامی افغانستان جدا شد، آقای حکمتیار از صدر زمی خود کنار کشید و برآمد و بالاخره مسئله طالبا شد و بعد مسئله طالبا اینا همگی پس رای پناهندگی و هجرت و حتی پنهان شدن خود کردن. من میخوایم که شما امی چی کنین در این مورد یک روشنی پرتین. میریم به اجازه شما، چون تلویزیون سر اعلانات بست است، به اجازه گرامی شما یک 4 دقیقه یک وقفه تجارتی داریم، شما سر از این موضوع با صحبت کنید. انشاءالله یک روز کلید. بیندگان عزیز، میریم به یک وقفه تجارتی، یک 4 دقیقه با ما باشین، انشاءالله پس همراه جناب آقای عابدی هستیم. تشکر. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان، امروز روز شنبه 23 اپریل 2011 مسیحی، شما تلویزیون نور از شمال کالیفرنیا تماشا میکنین، برنامه دکتر یونس شو و ما فرید یونس هستم و امروز جناب دانشمند گرامی آقای داوود عابدی، نماینده حزب اسلامی افغانستان و همچنان نماینده خاص امارت اسلامی افغانستان در امور سیاسی افغانستان در ایالات متحده آمریکا و ملل متحد و منشی هیئت صلح حزب اسلامی افغانستان امرای خود دارم و یک سوال ازشان کردیم در مورد اتفاقات که بعد از اینکه نجیب سقوط کرد، برای از اینکه یک تعداد مردم امی مسئله پیشان است که اینا بسیار کشتن، اینا بسیار زدن، اینا شهر خراب کردن. ما میخوایم که در این برنامه بسیار واضح از جناب آقای عابدی امو ورژن خود حزب اسلامی رو بشنویم. بفرمایید جناب آقای عابدی. تشکر میکنم دکتر صاحب محترم، از شما و سایر هموطنان گرامی ما که سوال مطرح کردن و این واقعا پیش اکثریت ملت ما این مسئله مطرح است و باید بهش جواب داده شود. الحمدلله در این مدت طویل 15 سال جوابات فوق العاده زیاد داده شده در این رابطه، حتی کتب نوشته شده به نام چهره های اوریان، خود انجینر صاحب حکمتیار در 72 کتابی که نوشته کرده یکی شمی است که چهره های اوریان و این مسائل توضیح داده. به هر حال به خاطر از اینکه شما سوال مطرح کردین و مردم ما مطرح کرده، جواب ما خدمتشان احترام چنین عرض است. جنگ ها قسمی که در مصاحبه خود با خواهر عزیز ما زورجان یوسف عرض کردیم، افغانستان در یک توطئه بین المللی او روز هم گیر بود، امروز هم گیر است و این گروه هایی که یا اشخاص که افرادی که وابسته به یک تعداد اجانب بودند در وقت و زمانش کارهای خود کردن، اما تنها ما نمیتونیم تمام مسئولیت ها را سر خارجی ها پرتیم. معلوم دار در داخل هم اشتباهاتی صورت گرفته که باعثی جنگا شده. چیزی که مهم است ای از دکتر صاحب که امو اوضاع و امو شرایط و امو احوال ارزیابی شود. اگر شما باید داشته باشین بنین سیوان نماینده ملل متحد بود که مسائل افغانستان به صلحش به اصطلاح پیگیری بکنه و یک حکومت موقت از افراد غیر تنظیمی تشکیل بشه
که 21 نفر تعیین کردند و با او طرح حزب اسلامی توافق کرد. 21 نفر از منورین افغان انتخاب شده بود که ناس حکومت موقت جور بکنن و بعد از یک انتخابات صورت بگیره تا که یک حکومت که از منبعیست از اراده مردم افغانستان باشه تشکیل شود. و با او طرح حزب اسلامی کاملا توافق خود اعلان کرده بود، در نشرات و همه جای موجود است، کسایی که علاقمند باشن میتونن او را ارجابی کنن. متاسفانه با این طرح اجانب موافق نبود. چرا؟ در او صورت یک حکومت به وجود می آمد با چند خصوصیت. اول منبعیس از اراده ملت می بود. وقتی که ملت پشت یک دولت ستا چه او قوی ترین می باشه، مهم نیست که چه خورده است. دوم از نگاه سیاسی افکار بسیار ورزیده و مؤمن افغانستان میتونست در این حکومت دخیل باشه و یک حکومت مستحکم که بتانه از حقوق مردم افغانستان در سطح بین المللی و محلی دفاع بکنه تشکیل میشه، که خودش به ضد همسایه ها بود و به ضد منافع جهان غرب و شرق. سوم افغان ها از نگاه نظامی بسیار پیشرفت کرده بودند، بسیار مسلح شده بودند. سلاح‌های مدرن به شمول راکت‌های اسکاد و تیارای سو که مدرن‌ترین تیارای روس بود مساوی به F-16 و F-18 امریکایی بود در افغانستان موجود بود. خود ازی همسایه‌های افغانستان بسیار می‌ترسان، از جمله پاکستان، از جمله ایران، آسیای مرکزی، اینا می‌ترسیدن که همچون یک قوت نظامی که همه مرد و زنش مسلح و در کوههای خود بلد، ده ها سال با مدرن ترین قوای اشغال کننده روس جنگیده و قدرت برسه، اینا حقوق دارن، مسئله پنجده را مطرح میکنن، مسئله دیورند را مطرح میکنن، حتی یک تعداد برادرها و دوستا مسئله اصفهان و خراسان را مطرح میکردن. این چیزایی بود که این همسایه های ما را ترساندن. یکی دوم دیگه جهان غرب کمکی که با مردم افغانستان کرد و در جهاد همکاری اقتصادی و نظامی کرد به این منظور نبود که یک حکومت اسلامی اونجا جور شود، بلکه یک وجه مشترک در کوبیدن کمونیسم به وجود آمده بود. اینا وقتی که دیدن که کمونیسم در حالت سقوط است، خواستن که تا آخرین لحظه بکوبنش. روسا 4 سال قبل در 1985 فیصله کرده بودن که از افغانستان براین، اما امریکایی ها نخواستن که اونا به ایزوتی براین، انتقام ویتنام ازشان میخواستن بگیرن. به مو خاطر اینا خواستن که تا آخرین راکت هم در پشت قوای نظامی روس خورده شود که اینا شکل نظامی سقوط داده شود.